مدتی است به موازات شکاف‌های نجومی طبقاتی و گسترش فقر و بی‌عدالتی و فساد، رژیم اسلامی در رویکردهایی به اعتراف و یا پذیرش پیامد سیاست‌های نادرست در رسانه‌های عمومی صدا و سیما می‌پردازد. چرا رژیم افشاگری و برخورد هدایت شده و کنترل شده با فساد و مفسدان اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است؟ از مدیران مطلع هستیم. وزیری که مثلا خودش 130 تا شرکت داره، خب این وزیر که یه وزارتخونه میخواد شرکت خودش رو اداره بکنه. من خود تو دولت نیست، اونا که هستن رو بگید. نه اون هست واقعا. من نعمت‌زاده رو میگم. اون 1000 میلیارد ثروتیه. این شرکتی که دیگه است. یه 1000 میلیارد ثروتی نعمت‌زاده بود با 150 تا شرکت که دیگه نیست. یه 1000 میلیارد قاضی‌زاده هاشمیه. حالا اون 130 شرکتی رو پس من نمیدونم کی دیگه. من فکر می‌کنم آقای اگه میتونید اسم بیارید حالا. بله آقای آخوندی مثلا. خب خودش شرکت‌های مختلف داره، تو حوزه راهسازی هم داره، خیلی جالبه. یعنی خودش تخصصی کار می‌کنه، راه داره، بعد خودش هم وزیر راهه، اون شرکتاش با خودش پیمان می‌بنده، خیلی جالبه دیگه. وزاره دیگه‌شون مثلا دیگه وزیر جهاد کشاورزی آی حجتی دیگه، ایشون که در یه مزرعه 300 هکتاری ورامین داره فقط، حالا یه قلمش که من می‌دونم، حالا یه مزرعه ورامینش که من حوزه انتخابی هم دیگه اونجاست دیگه. همین چندی پیش وزیر بهداشت به فساد میلیارد دلاری در این وزارتخانه اعتراف کرده. سعید نمکی وزیر بهداشت در دیدار با نمایندگان مجلس از شبکه انحصار و احتکار در واردات دارو یاد کرده و گفته که سرنوشت 1,300,000,000,000 ارز تجهیزات پزشکی مشخص نیست. جانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت هم به جزئیات جدیدی از فساد شبکه‌ای در سازمان غذا و دارو اشاره کرده. او گفته اطلاعات به دست آمده از باندهای فساد نشان می‌دهد فساد به شکل شبکه‌ای اتفاق افتاده، آنها با تطمیع افراد ناظر و سندسازی از فرایندهای نظارتی عبور کردند و در دو حالت تخلف انجام دادند. در حالت اول آنها ارز دولتی را به جای واردات دارو و تجهیزات پزشکی برای کالاهای دیگر هزینه کردند و در حالت دوم دارو و تجهیزات پزشکی را با ارز دولتی وارد کردند اما در بازار آزاد فروختند. نظام درمان ما کاسبه نیست. چرا یک پزشک در روز 120 تا بیمار ویزیت میکنه؟ میدونید با 120 نفر فداکاری میکنه، شما باید سخت بذارید. با 120 نفر میشه سلام علیک کرد؟ چرا یک پزشک اون پزشکای معروف رو شما میگید نه آقای دکتر رو آقای کسی آقای دکتر اصلا چرا یک پزشک چرا یک پزشک در روز 15 تا عمل قلب میکنه در حالی که معروف هم نیست؟ 15 تا موتورسیکلت میشه درمان کرد؟ میشه تعمیر کرد؟ 15 تا موتورسیکلت میشه درمان کرد؟ ببینید اگر نظام شما کاسبی نیست، چرا وقتی 2.5 برابر تعرفه های پزشکی زیاد شد یک بیمه اعتراض نکرد؟ کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنند؟ دلیل دفاع شما از بالا نرفتن ورودی های پزشکی به هم خوردن بازارتونه. ما از قرقیزستان، از مغولستان، از سوریه و کشورهای جنگ زده کمتر پزشک داریم. به ازای هر 10,000 نفر در ایران بین 11 تا 16 پزشک داریم. به ازای هر 10,000 نفر در سوئد 54 پزشک داریم. به ازای هر 10,000 نفر در روسیه 43 پزشک داریم. در ایران 11 تا پزشک داریم. تازه از این 11 تا پزشک 5 تاش متخصصن. شما میخواید صف درست نشه؟ بعد جالبه میاد استدلال میکنید، میگید که پشت چیز حقوق اینا کمه، به مناطق محروم نمیرن. آقای وزیر بهداشت آقای قاضی‌زاده اعلام کرد ما 17 میلیون تومان چیز دادیم، درآمد دادیم، ما پول دادیم به پزشک. 1500 نفر رفتن به مناطق محروم. 17 میلیون تومان کم بود؟ حالا میخواد دوباره امکانات پول زیاد بشه که دوباره برن؟ پزشکی وجود نداره که بره. کدوم پزشک میخواد بره سراوان؟ یه دونه پزشک در سراوان، یه پزشک متخصص مامایی 100 میلیون تومان پرکیس میگیره، فداکاری میکنه. نخیر، پزشک نداریم. دلیل اصلیش اینه، یک پزشک 34 برابر معلم درآمد داره، 10 برابر مهندس درآمد داره. دلیل عدم ورودی همینه. اینجوری نیست؟ پیش بهتون نشون بدم؟ حتما اجازه بفرمایید. پیش بهتون نشون بدم؟ پزشک شما 1 میلیارد و 800 شما مصادیق 800
پرچیز گرفته. شما در مصادیق ساده اطراف خودتون رو بس میدین به جامعه. مصادیق ساده نظام پزشکی سوئد ساده است. شما سر کوچه یه دونه مطب شلوغ میبینین میگه همه مطبا شلوغه. میگه من یه جایی هر درانی شنیدم سوئد 54 پزشک داره. آقای قاضی‌زاده درست گوش ندادید که شما بهتون بگم ایران بهشت پزشک متخصصه نیست و جهنم رزیدنت. میدونی چرا جهنم رزیدنته؟ به خاطر که پزشک متخصص میده رزیدنت ویزیت میکنه، پولش رو پزشک متخصص میگیره. اینجور نیست؟ اینجور نیست تو بیمارستان؟ من اصلا تعجب میکنم. شما کاش تعجب میکنید؟ اطلاعاتی هم با خودتون میام نگاه. آقای دکتر کجا شما به آمریکا و کانادا مهاجرت داشتی؟ آقای دکتر کجا؟ فراوان جواب. مطابق قانون کانادا شما بدید دوباره اونجا امتحان بدید. شما در ایران درآمد تولید کردی، در آمریکا و کانادا خرج کردی. آقای دکتر حسینی در نورث ونکوور تمام پزشکان ایرانی زندگی میکنن، از ایران پول در میارن اونجا خرج میکنن. فکر میکنی 6 ماه ایران 6 ماه کانادا یعنی چی؟ یعنی 6 ماه ایران پول در بیاره 6 ماه کانادا خرج کنه. آقای دکتر حسینی، آقای دکتر علیمی بفرمایید. ببینید حالا من یه خود بحثو برگردم به بحث علمی. این که در ایران شما مریض بشی ورشکست میکنی، این بحث علمیه. من خودم در مورد خدا نکنه تو سیستم درمانی ایران سرطان بگیری، خدا نکنه تو سیستم درمانی ایران سکته بکنی، خدا نکنه بگه 80 میلیون به حساب من بریز، میگه 80 میلیون به حساب من بریز تا عملت کنم. اینجوری نیست ایران، اینجوری نیست. من از مردم عزیزمون میپرسم کی رفتن در مطب پزشکی تا حالا نگفتم پول بریز بعد عملت میکنم. در همین حال اسدالله مسعودی مقام رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده 11 متهم پتروشیمی گفته اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان 80 هزار تن و به ارزش بیش از 326 میلیارد تومان است. ریختگران بازداشت شد. بهروز ریختگران یکی از متهمان اصلی پرونده بانک سرمایه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. این نام جدیدترین بازداشتی پرونده پرپیچ و خم فساد در بانک سرمایه است. پرونده‌ای که این روزها صفی از متهمان را جلوی درب دادگاه تشکیل داده. متهمانی که زمانی برای خود اسم و رسمی داشتن و برو بیایی. پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت نهم، جرم مشارکت در 41 فقره خیانت در امانت بانک سرمایه. حسین هدایتی سرمایه دار معروف به آبربانک فوتبالی ها، جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور. هادی رضوی داماد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، جرم کسب تسهیلات نامشروع به ارزش 107 میلیارد تومان. در کنار همه این چهره‌های سرشناس و متهمان ریز و درشت، اواسط هفته قبل بمب خبری این دادگاه منفجر و شاه مهره و شاید کلید حل این پرونده پیچیده دستگیر شد. او کسی نبود جز بهروز ریختگران. پرونده بانک سرمایه نمونه ای از یک فساد کامل است. فسادی که با شیوه های مرموز در 14 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت کرده است. در بزرگی این رقم باید بگوییم که این پول فقط 4 هزار میلیارد کمتر از بودجه 18 هزار میلیاردی تهران است. این پول اگر در کل جمعیت ایران تقسیم شود به هر نفر 170 هزار تومان خواهد رسید. این پول مشکل وام تمام زوجهای جوان را حل می کند. به هر حال مردم منتظرند، منتظر محاکمه، مجازات و بازگشت این اموال به خود مردم. از سوی دیگر حسن راخفر اقتصاددان میگوید قیمت ارز و سکه را بانک مرکزی
عمدن بالا برد تا خسارات بانک‌های ورشکسته دوستان و آشنایانشان را بپردازند که باعث تورم جهشی و کاهش ارزش ریال شد. بانک مرکزی حلقه اصلی فساد مالی است که با دستور از بالا مجوز دست‌درازی به سرمایه‌های مردم را فراهم می‌کند. این در حالی است که سردمداران رژیم هم از خامنه‌ای و روحانی از پیشرفت و دستاوردهای 40 ساله نظام سخن می‌گویند، اما در همه عرصه‌ها حتی طبق داده‌ها و گزارش‌های خود آنها به شکل وحشتناکی ورشکستگی کامل در همه حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را به نمایش می‌گذارد. دولت به مردم قول میده که در زمینه انرژی، در زمینه حمل و نقل، در زمینه کالاهای اساسی و در زمینه تولید مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد. آنها به جای پاسخگو بودن به فرافکنی پرداختند. مطابق یکی از این بیلانها در این 40 سال تولید ناخالص چین 22 برابر و کره جنوبی 7 برابر و ترکیه که حتی از ایران پایین تر بود 3 برابر شده است، در حالی که اقتصاد ایران دائما در حال کوچکتر شدن است، چون که در همین یک سال گذشته تولید صنعتی با رشد منفی 12% مواجه شده است. گزارش در حوزه دستمزدهای کارگری تنها یکی از این گزارش هاست که این عقب‌گردها را نشان می دهد. بین دستمزد حداقل و سبد معاش خانوار و خط قرمز چه دره هولناکی گشوده شده است. خبرگزاری ایلنا می نویسد هزینه های زندگی 426 هزار تومان زیاد شد. اگر سبد 6 میلیون و 908 هزار تومانی را با حداقل دستمزدهای 2 میلیون تومانی فعلی مقایسه کنیم، در میابیم که عقب ماندگی مزدی کارگران از 4 میلیون و 900 هزار تومان هم گذشته است. با این هزینه های زندگی و با حقوق ناچیز مزدبگیران، کارگران، معلمان، بازنشستگان چه کار باید بکنند؟ فقر و بدبختی یکی دوتا نیست. برای نمونه در همین هفته معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد گفته حدود 2200 کودک زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه در استان یزد شناسایی شدند و هر روز شاهد اعتراضات مزدبگیران برای حقوقهای معوقه هستیم. از طرف دیگر سیاست‌های خصوصی سازی و خصولتی و سرمایه‌داری رانتی قشر نازکی از کارگزاران حکومتی را به بهای بی‌خانمانی و فقر کارگران و مزدبگیران فربه و فربه‌تر کرده که با دزدی و اختلاس و فساد و تکیه بر رانت حکومتی منابع و ثروت‌های کشور را در دست گرفتند. فقط یک نمونه، مش قربان علی که از سال 1393 تا سال 1397 456 میلیون دلار ارز دولتی گرفته تا میلیارد وارد کند، ولی وارد نمی کند و ارز را در ما یک پدیده‌ای داریم آقا به اسم مش قربان علی. مش قربان علی پیرمرد پنجم ابتدایی با تحصیلات پنجم ابتدایی از سال 93 تا 97 توی 4 سال 456 میلیون دلار ارز دولتی بهش داده شد که بره ورق استیل و اینها وارد بکنه. هیچی وارد نکرده، ارز رو تو بازار آزاد فروخته. پنجم ابتدایی تحصیلاتش. بعد به همینجا متوقف نشده. با این سودی که اینجا کرده گفته خب حالا سال 97م چیکار بکنیم؟ بریم ماشین سازی تبریز رو بخریم. تو خصوصی سازی ماشین سازی تبریز سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 بهش واگذار میشه، 611 میلیارد تومان، 100 میلیارد نقد، بقیه‌اش اقساط 5 ساله. خب شما هر کسی رو بذارید جای مش قربان علی ثروتمند میشه دیگه، یعنی کاری نداره که این آدم تلاشی نکرده، زحمتی نکشیده. ماشین سازی تبریزی که تو اسناد ویکی‌لیکس هست یکی از صنایع استراتژیک ایران، این اتفاق داره میفته. و این خبر، فرزند مسئول دفتر خامنه‌ای ابر بدهکار بانکی است. آرمین محمدی گلپایگانی، مشهور به آرمین محمدی، جعبه سیاه هلدینگ یاس، ابر بدهکار بانکی با 6 تریلیون تومان است.
آرمین به عنوان یکی از فرزندان محمد محمدی گلپایگانی مسئول دفتر خامنه ایست که زد و بندهای مالی گسترده‌ای با ستاد بازسازی عتبات دارد. اینها در حالی است که کارورزان رژیم از جناح‌ها و باندهای مختلف امکانات محدود همگانی را محدودتر می‌کنند و موعظه سر می‌دهند که مردم باید بیشتر کار کنند و بیشتر بپردازند. سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور رژیم نمونه است. بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنیا گفتن دیگه روز 8 ساعت نباید کار کنیم. جنگ شده، ویرانی شده، باید کشورمون رو آباد کنیم. باید روز 8 ساعت کار میکنیم، پول میگیریم، 4 ساعت، 5 ساعت مجانی کار میکنیم. باید این کار کرد. چاره ای نیست. ما همه ما مسئولیم. همه باید تلاش کنیم. در این حال گفتمان نولیبرالی را مرتب تبلیغ و ترویج می کنند. علی اشرفی زاده معاون آموزشی دانشگاه سنتی خواجه نصیرالدین طوسی گفته است تحصیل رایگان به کیفیت لطمه می زند. او اظهار داشته این موضوعات با موضوع کنکور نیز ارتباط دارد، چرا که دانشجویان وقتی به صورت روزانه وارد دانشگاه می شوند به دلیل رایگان بودن نگران کیفیت تحصیل نیستند و به نوعی فقط دوره تحصیلی خود را پایان می دهند. ظریفی می گفت راهکار دولت روحانی برای اداره کشور به زبان ساده این است: مردم ایران باید مثل ژاپنی ها روزی 5 ساعت مجانی کار کنند، مثل چینی ها روزی یه وعده غذا بخورن، مثل یمنی ها گونی بپوشن، مثل سوئدی ها مالیات بدن، مثل آمریکایی ها هزینه مسکن بدن تا آقازاده ها مثل شاهزاده ها زندگی کنن. میرسیم باز به این پرسش که چرا رژیم افشایری و برخورد هدایت شده با فساد و مفسدان اقتصادی را از طریق رسانه‌های همگانی که البته همگانی نیستند در دستور کار خود قرار داده است. صداها را می شنویم. این صداها تکثیر می شوند. همین هفته پیش جمعی از بازنشستگان کشوری در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود در مقابل ساختمان وزارت کار اقدام به برگزاری گردهمایی اعتراضی کردند. معترضان این چهارها را سر می دادند: حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی، فریاد فریاد از این همه بیداد. حکومت اسلامی از بحران اقتصادی موجود به عنوان فرصتی برای شوک درمانی استفاده می کند و سیاست‌های آزادسازی قیمت انرژی و حذف یارانه‌های برخی خدمات عمومی را در دستور کار گذاشته و شمشیر را هم از رو بسته که هر صدای اعتراضی را به شدت سرکوب کند. مدتی است که به موازات شکاف‌های نجومی طبقاتی، گسترش فقر و بی‌عدالتی و فساد، رژیم اسلامی
رویکرده‌هایی داشته و برخورد با فساد و مفسدان اقتصادی رو در رسانه‌های همگانی، که البته همگانی هم زیاد نیستن، به رادیو تلویزیون کلن کشیده. این موضوع رو که ببینیم آیا تازگی داره، مثلا چند چرسایی رو در بر میگیره، با حمید مافی روزنامه‌نگار گفتگو میکنیم در این زمینه. حمید مافی درود بر تو، خیلی خوش آمدی. درود به شما و بینندگانت. این برخورد رژیم با فساد و مفسدان اقتصادی که اینو در دستور کارش قرار داده در رادیو و تلویزیون و کلن رسانه‌های عمومی، یا رویکردی تازه است یا قبلا هم بوده و چه عرصه‌ای رو در بر میگیره؟ اساسا چرا به این به اصطلاح افشاگری روی آورده؟ من برای اینکه بتونم این موضوع رو توضیح بدم باید یک ذره برگردیم عقب و عملا به سمینارهای سالانه‌ای که جمهوری اسلامی یک برنامه رو تدوین کرد به اسم مبارزه با فساد و هر سال میلیون‌ها و شاید میلیاردها تومان هزینه می‌شد برای اینکه مسئولین دولتی و رئیس قوه قضاییه برن اونجا و درباره فاسد بودن جمهوری اسلامی با همدیگه حرف بزنن. و خب واقعیت هم این هست که خود تمام ارکان نظام تقریبا به این جنبندی رسیدند که نظام جمهوری اسلامی دچار فساد ساختاری است، از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از در واقع معاون اول حسن روحانی اسحاق جهانگیری که خودش بخشی از فساد اقتصادی گسترده است، تا در واقع دفتر خامنه ای، سپاه پاسداران، قوه قضاییه، معاونت ضد فساد یا مبارزه با فساد تشکیل داد که بتواند به تعبیری اون چرا که احمد توکلی گفته بود که فساد به براندازی یا برافتادن جمهوری اسلامی می انجامد از اون جلوگیری بکنه. و خب این همش یک نمایشی بود، هر سال با دستگیری یک بخشی ما روبرو بودیم که خیلی هم در قدرت سهیم نبودن. اما من فکر می‌کنم یک نقطه عطفی عملا در ایران دور جمهوری اسلامی می‌شود برای تحولات سیاسی اجتماعی قائل بود و اون دی 96 که تقریبا همه نظام رو شوکه کرد و به هم ریخت. و پس از اون در واقع نظام دوچار، یعنی جمهوری اسلامی متوجه شد که نه، اگر تا پیش از این دعوا بر سر در درون گروه های سیاسی بود یا مثلا اونجا جنگ بر سر این بود که چه کسی قدرت رو بگیره، این بار حاشیه است، به اون معنی واقعا حاشیه، که علیه فساد تو خیابونه و دیگه اصلا به هیچ یک از جناحین نظام جمهوری اسلامی باوری نداره، علیه فساد داره شعار میده. در فضاهای دانشجویی این قضیه خیلی در قالب اعتراض به خصوصی سازی، واگذاری در واقع سلف سرویس ها به بخش خصوصی نمود پیدا کرد. خب خود نیشکر هفت‌تپه یک نمونه بود برای فساد در واگذاری اموال عمومی یا دولتی به بخش خصوصی. بعدش اومد بیرون ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، اینها نظام رو یک دفعه به این فکر واداشت خب بیاید و علم مبارزه با فساد اقتصادی رو در دست بگیرد و واسه نیاز داشت به این که یک سری در واقع، حالا نه به صرف این که قربانیان، نه، یک سری از آدم های درجه دو و سه دخیل در فساد اقتصادی رو پیدا بکند، اینها رو در واقع دستگیر بکند، بیاره محاکمه علنی بکنه. و ما یک دفعه متوجه شدیم که سلطان تقریبا همه چیز داریم، سلطان سکه، سلطان کاغذ، سلطان تجهیزات پزشکی، سلطان قیر که قبلا داشتیم. و خب طبیعتا در این بخش ممکن بود یک سری از مدیران درجه دو سه دولت یا قوه قضاییه یا نمایندگان مجلس هم پاشون به میان کشیده میشد، ولی باز هم یک چیزی غایب بود، اون هم اون نهادهای فسادخیز در جمهوری اسلامی، نهادهایی که حتی در همون چارچوب قوانین موجوده جمهوری اسلامی خارج از نظارتن، مثل آستان قدس رضوی که برای خودش یک امپراتوری مالی است، مثل در واقع سپاه پاسداران، مثل
بسیاری دیگر از بنیادهای حالا داخل گیومه این واژه بنیادهای انقلابی مثل بنیاد مسکن، مثل بنیاد شهید، مثل بنیاد مستضعفان، مثل کمیته امداد، اینها هیچ وقت بهش نهادی پاسخ ندادن و همشون هم زیر نظر خامنه اداره میشن، منهای بنیاد شهید که زیر نظر رئیسشون. خب در اینها فساد خیلی گسترده تر از بقیه جاهاست و عملا سپاه خودش بخشی در همه این سالهایی که دعوای دو جناح هم بوده بر سر فساد، سپاه پاسداران بخشی از فساد بوده. اسکله هایی رو در اختیار داشته که در مجلس ششم هم مطرح شده که آقا سپاه یک سری اسکله در اختیار داره و این اسکله ها خارج از نظارت گمرکه. دعوا بر سر این چه کسی گمرک رو کنترل بکنه. بعد در پرونده معروف بوشهر، گمرک بوشهر، در واقع کاشف به عمل اومد که خب در روز روشن قاچاق میکردن، اون چیزی که عنوانش رو میگذاشتن قاچاق، در از خود گمرک رد میشد و گزارش های حالا گفته هایی به نقل از منابع منتشر شده که کارمندان گمرک خریداری میشدن به فرض مثال. توسط کدوم نهاد؟ دیگه اسمی از نهاده به میان نمیاد، فقط مدیران گمرک بوشهرن که مثلا دستگیر میشن. یا در آستان قدس رضوی که حالا الان رئیسش اومده شده رئیس قوه قضاییه و پیش از اون واعظ طبسی، اون یک امپراتوری مالیه که بی نهایت هولدینگ داره، زمینهای کشاورزی در اختیار داره، هتل در اختیار داره، معاف از مالیات و معاف از نظارت و هیچ وقت هیچ کسی نمیتواند برود از اون بپرسه در ساختار جمهوری اسلامی حتی که تو چه کار میکنی با این همه درآمدی که داری؟ همینجور میشه درباره بنیاد مستضعفان این مثال رو زد، درباره بنیاد 15 خرداد این مثال رو زد. و خب اینها معافن و همچنان هم از یک حاشیه امنی برخوردار بودن دیگه. قرار بود برای اینکه نظام اون اعتماد و اون اعتبار ریخته شدهش رو در جریان دی و سالهای پیش از در دی 96 و سالهای پیش از اون به نوعی احیا بکنه. این یک همزمانی هم دارد با یک موضوع دیگری که بحثش خیلی جدیه و در اون نامه خامنه ایست، اظهارات خامنه ای هست که گام دوم جمهوری اسلامی در واقع یا انقلاب اسلامی رو باید برداشت. نسلی رو قرار است از مدار قدرت خارج بکنه جمهوری اسلامی و نسل دیگری رو جایگزینش بکنه. خب یک نسلی که حالا به تعبیری تکنوکرات شده، تکنوکرات ها فاسد شدن، ارزش های انقلابی مورد نظر جمهوری اسلامی رو فراموش کردن و این یک بخشش واقعیت داره. یعنی تکنوکراسی در جمهوری اسلامی آمیخته با فساد است، چه در کارگزاران سازندگیش، چه در واقع در طیف حالا در همون دستبندی های جمهوری اسلامی بپذیرید که من بگم قالب اصولگراش، اونها هم فساد دارن. منتها شما نهایت کسی رو میبینید که در این چارچوب دستگیر میشود، معاون وزیر یا مدیر کل وزیر است یا در واقع معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه است، گامی از اون جلوتر نمیره. من به خاطر اینکه یادآوری بکنم برمیگردیم به سالها ریاست جمهوری احمدی نژاد و دعوای احمدی نژاد و لاریجانی ها بر سر وزیر کار. اونجا حالا احمدی نژاد کی بود، چی میگفت، بخشی از همین ساختار بود، همه اینها رو هممون میدونیم. احمدی نژاد اونجا یک ویدئویی رو نمایش داد که عملا نشون میداد یکی از برادران لاریجانی ها که ریاست دو قوه رو داشتن بخشی از ماجرای فساد در شستا شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی، ولی هیچ وقت هیچ کس سراغ فاضل لاریجانی نرفت و بیاره فاضل لاریجانی رو ازش توضیح بخواهد. چون خب طبیعتاً اگر قرار بشه وارد اون حوزه بشن باید وارد بیت رهبری بشن و این بیت رهبری هم خب خودش یک مادر در واقع ام الفساد دیگه، ام الفساد بوده در همین سالها، توانسته است نهادهای موازی بسازه، چیزی به اسم بنیاد برکت که در واقع بازوی اقتصادی ستاد اجرایی فرمان خمینی است برای اموال مصادره ای. یک دفعه در یک دوره 10-15 ساله
تبدیل شده به یکی از قدر قدرت ترین هولدینگ های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، مالی در ایران، نه در ایران، در خاورمیانه، که اتفاقا کار خیری هم میکنن. یعنی به تعبیری بخشی از اون چیزی رو که دولت باید انجام بدهد و نمیتواند، یا بخشی از اون چیزی رو که باید در قوانین بودجه پیش بینی بکنن، مثل مدرسه سازی، مثل در واقع ساخت مراکز بهداشتی درمانی، مثل جاده سازی، اینها رو هم انجام میده، هم بنیاد برکت انجام میده، هم سپاه پاسداران انجام میده. منتها اینها یک نقش گسترده ای هم در این فساده دارن، یعنی خارج از نظارت دولت، خارج از نظارت مجلس، همون مجلسی که خود مجلس هم آخه وقتی میام سراغش فاسده دیگه. یعنی الان نمایندگان مجلس در دعواها مشخص میشه که خب نقش داشتن در واگذاری فلان کارخونه به فلان کس. نماینده مجلس دعواشونه سر شرکت‌های سرمایه‌گذاری 60 تا. نمونه بارزش آقای وکیلی نماینده تهران که در دوره وزارت علی ربیعی تلاش میکرد علی ربیعی رو استیضاح بکنن و بعدن مشخص شد، خب امضای استیضاح رو پس گرفتن، بعدن مشخص شد که دو تا از آقازاده های ایشون به عضویت هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه وزارت کار در اومدن، در قبال محمد رضا عارف همین صادقه، در قبال من فکر میکنم اگر بریم سراغشون تک تکشون رو میشود در آورد و مشخصا پیدا کرد که خب یا با وزیر بهداشت در یک اردوگاه بودن، یا با وزیر کار در یک اردوگاه بودن، یا با اون وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت نعمتزاده که اون هم بخشی با در واقع همزمان هم وزیر بود هم عضو هیئت مدیره بیش از 16 تا شرکت که همشون در حوزه پتروشیمی کار میکردن و دختر خانمشون هم که دارو احتکار میکرد، یعنی واردات دارو داشتن و دارو احتکار میکردن. این ماجرا خب خیلی اگر بخواهند بازش بکنند، یعنی اگر بخواهد کامل باز بشود، همه اینها آدم های مورد تایید و هر صورت رهبر جمهوری اسلامی هست. نمونهش آقای شریعت مداری که الان به عنوان وزیر کار هست، داماد ایشون داره محاکمه میشه در پرونده بانک سرمایه و خب خود آقای شریعت مداری کلن ایستاده کنار و نامی ازش مطرح نمیشه، ولی روابطی که توانسته است برای داماد آقای شریعت مداری این زمینه رو بسازه در تصاویر مشخصه. از قضا هم محمد خاتمی هست، هم محمد باقر قالیباف هست، یعنی کاملا نشون میده که خب این روابط های درون قدرت رو کاملا بخشی ازش استفاده کردن و در این حال نظام هم نمیخواد همه اینها رو بسوزاند. قرار است یک بخشی از اینها در دعوای دو جناح برای تصفیه، اگر این رو بپذیریم که جمهوری اسلامی هر چند سال یک بار به نوعی، حالا من از این مفهوم گندزدایی استفاده میکنم، گندی که از خودش گندزدایی میکنه یک بخشی از خودش رو حذف میکنه. آخرین بارش مثلا تیم احمدی نژاد بوده که به نوعی حذف شده، پیش از اون به بهانه دیگری تیم میرحسین موسوی بوده حذف شده و حالا یک بخش دیگری هستند که خب واسه نظام جمهوری اسلامی دیگه تاریخ مصرفشون تموم شده و باید در به نوعی اینها رو از چرخ مدیریتی حذف کرد. یعنی الان رسیده به این که چون تو خبرات بعضی از مفسران مطرح میکنن که خانواده لاریجانی ها رسیده به اونجایی که حذفشن، ممکنه؟ هیچ چیزی در جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست واقعیتش، یعنی به ویژه در اونجایی که خامنه‌ای نشون داده در این سالها که به نزدیکترین آدم‌ها به خودش هم در مواقعی که احساس خطر بکنه رحم نمی‌کنه طبیعتاً، و خب لاریجانی‌ها هم یک روابط گسترده‌ای دارن، یعنی یک طرفشون وصل است به خانواده مطهری، یک طرفشون وصل است به در واقع نزدیکم به ناطق نوری و در عین حال تا دلتون بخواد زمینه فساد داشتن دیگه. در همون منطقه آمول در استان مازندران گزارش های متعددی در خود رسانه دولتی منتشر میشه، در رسانه داخلی ایران منتشر شده، زمین هایی رو تصرف کردن به هر شکل ممکنی و بعد اونجا ویلا ساختن، یا در تهران از زمینی نزدیک به، اگر من رقمش رو اشتباه نگم،
150 هزار هکتار زمین صحبت میشه که خانواده لاریجانی تملک کرده. حالا ممکنه من در رقم اشتباه بکنم، ولی طبیعتا من فکر میکنم اگر این پیش‌فرض رو بپذیریم که آقای خامنه ای داره به نوعی کادرسازی میکند برای دوره‌ای که ممکن است که بمیرد، یا اینکه تا وقتی زنده است از قدرت کنار بگیرد، میتواند از لاریجانی ها هم احساس خطر بکند و بنابراین فساد در واقع حالا نه اینکه نداشته باشن، من معتقدم هر کسی ذره‌ای در جمهوری اسلامی در قدرت سهم داره حتما سهمی از فساد هم دارد، هم در واقع از اون راندهای ویژه استفاده کرده و هم در مقابل فساد گسترده سکوت کرده، ولی میتواند این هم باشد که خب حالا به بهانه فساد میشود هم انتخابات مجلس آینده رو یک مجلس مطیع‌تر، همسوتر با نهادهای نظامی ساخت و به طور ویژه با سپاه، و هم اینه که یک بخشی که ممکن است در اون مداخله بر سر رهبر آینده تأثیر داشته باشن، روابطی داشته باشن، اینها رو هم میشود مثلا چرخ قدرت حذف کرد. من میگم این یک سری پیش‌فرض داره دیگه. اگر ما بپذیریم که آقای خامنه‌ای نظرش بر این است که آقازاده خودش مشتبه جایگزینش بشود و زمزمه خیلی جدیه، بنابراین ممکن است همون اتفاقی که برای خودش افتاد و یک بخشی از داخل گیومه روحانیت مرجعیت تن نداد به اینکه ایشون صلاحیت نشستن بر اون مسند رو ندارد، این ممکن در دوباره در بخشی از روحانیت اتفاق بیفته دیگه، و اینها تن ندهند به اینکه مشتبه خامنه ای جایگزین پدر بشود. بنابراین باید زمینه رو آروم آروم فراهم کرد، نیروهای وفادار رو هم در سپاه وارد کرد، ما یک پاکسازی هم همزمان در سپاه داریم و به نوعی جابجایی نیرو در سپاه هم داریم، همزمان با قوه قضاییه در سپاه هم اتفاق داره میفته، و برای یک بخشی پرونده ساخت، از تریبون صدا سیما استفاده کرد، اینها رو در واقع داخل گیومه بازم نه که حیثیتی دارند حد که حیثیت کرد و نهایتا از این چرخه بیرونشون گذاشت، و این میتواند شامل حال لاریجانی ها باشد، قبلا شامل حال خانواده هاشمی شده است، میتواند در واقع شامل حال حسن روحانی و شاید سایر چهره های مذهبی داخل گیومه بازم که یک روابط قدرت سنتی دارن در ایران، شامل حال همه اینها بشود. منتها نکته جالبش اینه دیگه، هیچ وقت شامل حال مثلا سلطان شکر نمیشود. ما در همه سالها این بحث رو داشتن که خب یک سلطان شکری وجود داره، وصل است به خانه، اگر من اشتباه نکنم، گلپایگانی، ایشون در واقع یا مکارم شیرازی باشید، ایشون در واقع سلطان شکر است و خب پرونده ثابت شده است، یعنی در اون ردگیری که داشتن ثابت شده است، اومدن رفتن، ولی همچنان در واقعشون در اون جایگاه ارجحی که رسانه های ایران براش قائلن رو داره دیگه. طبیعتا همه اینها بستگی داره به گمان من به نوع رابطهشون با خود بیت، با خود خامنه ای و سپاه. آقای مافی، برگردیم به خود این افشاگری ها در رادیو تلویزیون. اینجوری که شما توضیح دادین، در واقع این کنترل شده و هدایت شونده است بی طرفی، و یه مقدارم دعواها و مرافعهای جنایی است. ولی خب همزمان ما میبینیم که معاون قوه قضاییه آقای طبری رو همین هفته پیش دستگیر میکنن و الان خبرش اومده که اون وابسته به جناح اصولگرا هست، یعنی فقط متوجه وزیرای دولت روحانی نیست. من دیدم این برنامه تلویزیونی رو که مثلا یکی داشت صحبت میکرد، از آقای آخوندی صحبت میکرد که اون هم توی به ساز و بفروش و ساخت و ساز و راهسازی هست، خودش وزیر راهه ولی شرکت های خیلی زیادی داره
در همین زمینه راهسازی کار میکنن. یعنی این آیا فقط مسئله جناهیه یا فراتر از اونه؟ خب این جنبه شو گفتید که هدایت شونده است، کنترل شده است. یعنی تا کجا؟ یعنی چگونه میخوان کنترل بکنن؟ بالاخره از قبل این افشاگری ها چیزهایی به نمایش در میاد، پرده هایی کنار زده میشه. من میخوام ارجاع بدم به خیلی شخصیت منفوری از نظر من، ولی اجازه بدیم بهش ارجاع بدم. چند سال پیش یک صحبتی در گرفت درباره فساد اقتصادی در بیت خامنه ای، یعنی توسط آقازاده. این بحث در انتخابات مجلس ششم مطرح شد، بعد اومد مجلس هفتم، بعد اومد ریاست جمهوری 88 و نهایتا این بود که خب اینها رابطه دارن با بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون سپاه در واقع مالک ایران سل است و و و و و. یکی از همین در واقع کارگزاران جمهوری اسلامی در رسانه خارج از کشور، مهاجرانی، اومد در بی بی سی و گفت که من میتونم شهادت بدم که آقای خامنه‌ای پاک دست است. یعنی تلاش برای تمام این نمایش هایی که وجود دارد، تلاش برای نشان دادن این که یک جایی پاک دسته، اون چیزی که شما میگید الان به فرض مثال، خب بخش زیادی از فشار فساد روی سپاه، یعنی نقطه اشاره سپاه، که چه در دوره احمدی نژاد، چه پس از اون، چه پیش از اون، هم از محل دور زدن تحریم ها، هم از محل در واقع واردات کالا از مجاری غیر رسمی و رسمی، هم از محل تملک اموال. یعنی یک جایی دولت یک مالی رو خواسته واگذار بکند، سپاه مداخله کرده صاحبش شده، هم از محل در واقع پروژه های دولتی اومده و رفته اونجا با زور در واقع در دوره خاتمی نگذاشت فرودگاه دوم تهران افتتاح بشه که واگذار شده به یک شرکت پیمانکار ترک، و بعد از اون در واقع به شکل‌های مختلف دیگه در قراردادهای نفتی در فلان. الان قرار است که در این برنامه ها هم یک نهادی هست که دارد با فساد مبارزه میکند. جمهوری اسلامی یک داخل گیومه سردار ملی دارد که رفته است در سوریه جنگیده است، از قضا در داخل و خارج از ایران هم از زبانهای به عنوان سردار عارف، سردار ملی معرفی میشه، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، که یک وجه کاریزماتیکی تلاش کرده اند هم در رسانه هاشون هم در بازی های کامپیوتریشون براش بسازن. خب نیاز دارد در واقع حالا یک نیروی رو هم بسازه دیگه، از اون سردار ملیش یک چیزی هم بسازد که اینها دارن با فساد مبارزه میکنن. مفسدین اقتصادی رو کی دستگیر میکنه؟ سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات سپاه پاسدارانه که دستگیر میکنه. کی محاکمه میکنه؟ قسمت دومش اینه دیگه، الان کی محاکمه میکنه؟ آقای رئیسی، نظر کرده خامنه ای، که بلا فاصله بعد از اون ما میدونیم که در همه سالهایی که واعظ طبسی در آستانه قدس رضوی وجود داشت، حضور داشت، هیچ وقت در واقع رابطه حسنه ای با خامنه ای نداشت، از اون منظر که حاضر نبود بیاید و تولیت رو زیر نظر بیت اداره بکنه. ولی به محض مرگ اون، مورد اعتماد ترین آدم خامنه ای برای حضور در اونجا رئیسیه و اون بلا فاصله میاد قوه قضاییه با اختیار تام. وقتی که میاد قوه قضاییه، دقیقا اولین کسی رو که میزنه، یعنی اولین کسی که برکنار میکنه، همین آقای که جدیدن گرفتن، طبری اگر اشتباه نکنم اسمش، ایشون رو در واقع برکنار میکنه. خب ایشون در دولت، در دوره آقای هاشم شاهرودی هم معاون اداری مالی بوده، در دوره آقای لاریجانی هم تبدیل شده است به معاون اجرایی. و نکته جالب اینه که فساد ایشون رو علیرضا زاکانی افشا میکند برای اولین بار، که در اردوگاه مصباح یزدیه، و میاد میگه آقای نادمه فاسده.
این آدمه در واقع در قوه قضاییه این کار رو کرده، این کار رو کرده. منتها همینجا هیچ صحبتی درباره اون حساب‌های بانکی قوه قضاییه مطرح نمیشه که در اختیار محمد یزدی بوده، در اختیار هاشمی شاهرودی بوده، در اختیار لاریجانی بوده. یعنی خیلی بسته است. من موافقم با شما که مشمول حال تقریبا همه جناح داره میشه، از در واقع آقازاده های شمخانی در شورای عالی امنیت ملی که خب در پروژه های برج‌سازی در لواسان و ویلاسازی در شمال تهران خیلی مشخصه که به اسم مثلا بچه 5 ساله اینها حساب بانکی باز کردن، تسهیلات گرفتن و پسش ندادن، تا در واقع فرزندان آقای شاهرو، هاشمی شاهرودی، فرزندان موسوی اردبیلی، تقریبا کسی رو ندارید از آقازاده ها که یک جایی در این پرونده های فساد نقشی نداشته باشه. تنها کسانی که دستشون پاک بوده آقازاده های خامنه ای انگویا و همینجور فرماندهان سپاه. یعنی عملا شما در سپاه، من یک موردی که خاطرم میاد، رستم قاسمی که زمانی وزیر نفت ایران شد و پیش از اون فرمانده قرارگاه خاتم بود، خب ایشون در پرونده بابک زنجانی بارها اسم ایشون مطرح میشه که چه زمانی که در قرارگاه خاتم بوده با بابک زنجانی دیدار میکنه و از بابک زنجانی میخواهد که براش پول جابجا بکنه، تجهیزات بیاره، و وقتی که میاد وزارت نفت بابک زنجانی رو میبرد وزارت نفت که نفت بفروشد براش. در پرونده بابک زنجانی اون بخشش که رسانه شده بارها اسم ایشون میاد به وسط که من با رستم قاسمی مثلا دیدار کردم. در گفتگوهاش میگه، میگه که من رفتم در واقع پیش رستم قاسمی وزیر نفت، ایشون به من گفت که شما بسیجی اقتصادی. ولی رستم قاسمی هیچ وقت حتی به دادگاه هم فرا خونده نمیشه. یا در واقع در پروژه‌ای که الان معاون آقای قالیباف رو گرفتن، عیسی شریفی، خود آقای قالیباف هم در پرونده بانک سرمایه اسمش مطرحه، هم در پرونده مالها در تهران اسمش مطرحه، ولی هیچ وقت آقای قالیباف محاکمه نمیشه. همینجور که در پرونده که دارن برای شرکت‌های خودروسازی میسازند، یعنی میسازن که پرونده که مطرحه علیه شرکت خودروسازی، شما ردی از اسحاق جهانگیری نمیبینید، در حالی که خب اسحاق جهانگیری اسپانسرهاش یا در واقع روابط گسترده که داره با مدیران شرکت خودروسازیه، به واسطه حزب کارگزاران سازندگی بودنش، به حساب در واقع اینکه اینها یک دوره اصلا با هم دیگه بانک تأسیس کردن، بعد اومدن در سالهای بعد مدام هی بیرونشون کردن از ایران، خودرو تیم احمد نژاد اومده، بعد اینها دوباره برگشتن در وزارت صنعت و بعد شرکت های تابع وزارت صنعت، ولی آقای جهانگیری برادرش رو میگیرن، برادرش شریک رقیب در واقع انتخاباتیشونه دیگه، شریک رحیم مشراییه در پروژه بانک گردشگری. یا عرضم به حضورتون که برادرزاده آقای عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، که ایشون معاون ارزی بانک مرکزی بوده، ولی خود آقای عراقچی همچنان در سمتش هست و خود آقای جهانگیری هم همچنان هست، سمینار هم میگذارن، درباره فساد هم حرف میزنن، بله درباره عباس آخوندی هم وزیر سابق راه و شهرسازی، ایشون هم بخشی از همون پروژه تکنوکرات ها در ایرانه که در حزب کارگزار سازندگی و بعدش این حزب کوچکترشون عدالت و توسعه، اینها آغازگر شکل جدید فساد یقه آبی ها در ایران بودن دیگه. یعنی عملا فرزند خوانده های هاشمی رفسنجانی که حالا بارزترین نمونهش محاکمه کرباسچیه که اون زمان در هیاهوی دوم خرداد اصل قضیه فراموش شد که چه فاجعه ای بوده در پس پرده و چه جوری در واقع اموال عمومی رو حیف و میل کرده بودن و به عنوان پاداش پرداخته بودن به همدیگر، تا همین امروزش که داریم میبینیم. و به نظر من برود جلو یک سری اسمای دیگری مطرح خواهد شد، یعنی همچنان ادامه داره دیگه. ما میدونیم که برادرای روحانی هم پاش گیره و همچنان هم پروندهش در حال بررسیه،
وزیر سابق بهداشت هم درگیر این ماجراست. یعنی حالا الان که وزیر بهداشت جدید اومده فاش میکنه که آقا چیز نزدیک 50,000 میلیارد تومان فساد داشتیم در وزارت بهداشت و درمان. این فساد در وزارت بهداشت و درمان وقتی جزئی واردش میشید اینه که سلامت آدم هاست دیگه. یعنی یک سری شرکتی که تأسیس کردن، خود وزارت بهداشت یک هیئتی داره به اسم هیئت صرفه‌جویی هزینه های ارزی، اگر من هیئت صرفه‌جویی ذخیره ارزی، یک چنین اسمی رو داره. این هیئت منصوب وزیر بهداشتن. حالا این هیئت اومده چیکار کرده؟ یک سری شرکت تأسیس کرده که فقط این شرکت ها مجازن به در واقع وارد کردن تجهیزات دارویی، نمیدونم تربیت پرستار، توزیع دارو و خب مجموعه اینها حالا الان یک ارزی رو گرفتن و هیچی وارد نکردن، ولی آقای در واقع قاضی‌زاده بابت این ماجرا محاکمه نمی‌شود. و همین دلیل من فکر میکنم همچنان کنترل شده خواهد موند. یعنی خیلی مشخص یک بخشی از اونهایی که دورتر از قدرت هستند اونها محکوم به اعدام میشن، حبسای طولانی میگیرن، ممکنه در ملأ عام هم اعدام بشن. سودش برای جمهوری اسلامی اینه که من دارم با فساد اقتصادی مبارزه میکنم، نگاه کنید من مفسدین رو چیکار دارم میکنم، و خب در فضا عمومی هم بهش جو میدن، تلویزیون دربارش حرف میزنه، روزنامه ها دربارش مینویسن، شاید بتواند در یک لایه هایی یک تأثیر مثبتی هم بگذارد که ببین دارن مثلا سلاطین رو میزنن، ولی در نهایت شاید مثلا یک سری از نزدیکان یا مدیران رده یک و دوی یک نه رده دو و سه در واقع وزارت خونه ها و مراکز حکومتی رو بگیرن، ولی اینکه برسد به اصل ماجرا اون وقت میشه ماجرا اینکه گر حکم کنن که مست گیرند دیگه، همه رو باید بگیرن. یعنی از رأس نظام که خودش نهاد زیر مجموعش رو داشته تا برسد به در واقع فرمانده فلان پاسگاه و به گمان من یک جای کنترلش میکنن. آقای مفید، خب اصل ماجرا مسئله رانت و قدرته، ولی توی جزئیات وقتی نگاه بکنیم ببینیم از کجاها این امکان فساد و سوء استفاده از قدرت میتونه پیش بره. یکی بانک مرکزیه، مسئله ارز، یعنی خود بانک مرکزی اون سوراخ اصلیه که این پولا رو داده، ارز چند قیمتی بعد به جاهای مختلف که بعد خب یا باید کالا وارد بکنن کالا وارد نمی کنن، یا اینکه توی بازار سیاه می فروشن. خیلی خیلی مجانی ها ثروتمند میشن. یه جنبه دیگهش که توی این زمینه گفتم اینو باز بکنید توضیح بدید، مسئله واگذاری شرکت های بزرگ دولتی، یعنی اون پروژه خصوصی سازی ها یا اونطوری که تو جامعه الان میگن خصولتی ها، اینها آیا جنبه دیگه هست غیر از اینا که بازش بکنید؟ مثلا جایی از اونجا این فساد بیشتر مطرح میشه و اینها؟ این ساختار جمهوری اسلامی ساختار فسادزاییه. یعنی شما هر کجاش رو دست بگذاری، خب حالا بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی خودش یک ماجرایی است که واقعا وارد شدن بهش خودش نیاز به یک بحث طولانی داره. خود وزارت نفت، یعنی نفت به عنوان منبع اصلی رانت در ایران، رانت قدرت و بعد رانت ثروت، یعنی جفتش همزمان با هم. شما شرکت پتروشیمی رو در ایران دارید که این شرکت های پتروشیمی حالا ظاهرن خصوصی هن. ولی وقتی که میرید و در داخل مجموعه نگاه میکنید، خب یک طرفش اکبر ترکانه، مشاور سابق حسن روحانی، قبلا وزیر دفاع بوده، وزیر راه بوده،
بعد رئیس سازمان مناطق آزاد بوده، نماینده ویژه رئیس دولت در دوره روحانی بوده در چابهار که خودش الان یک قطب غارت جدیده. این شرکت پتروشیمی اینه که ارزی رو که داشتن در بازار توزیع نمی کردن. سر قیمت گذاری ها تصمیم می گرفتن که حالا قیمت بره بالا، حالا قیمت بیاد پایین. و یک دعوایی هم بود دیگه، یک طرفش آقای نعمت‌زاده بود، یک طرفش آقای ترکان بود و این دوتا اینقدر با هم درگیر بودن که چند سال پیش در ماجرای منطقه آزاد اروند در خرمشهر و آبادان اینها رو در روی هم قرار گرفتند و در تلویزیون علیه همدیگر صحبت کردند. و اون زمان استاندار وقت خوزستان کناره گرفت، اگر اشتباه نکنم یک آقایی بود به اسم مقتدایی که ایشون کناره گرفت و بعد مشخص شد که برکنارش کردن. برکنارش هم وزیر کشور برکنارش نکرده بود، آقای ترکان برکنارش کرده بود، چون ایشون حاضر نبود در مناطق آزاد، در منطقه آزاد اروند اون چیزی رو که آقای ترکان میگه عملی بکنه. یک حوزه فساد منطقه آزادن، کیش به عنوان محل در واقع که کالا وارد می شود، گمرکش پرداخت نمی شود، می آید و با قیمت پرداخت مالیات گمرک و ارز دولتی و ارز بازار آزاد توزیع می شود. و حالا اونجا خود ماجرای منطقه آزاد یک بخشی از پرونده که فاسد میشه، چیزی فکر می‌کنم حالا 7 منطقه آزاد داره و قرار این بشه 14 تا، یا اگر نمیدونم من آخرین آماری که دارم 7 تا قراره بشه 14 تا، چه در چابهارش، چه در قشم، چه در کیش، چون این 3 تا خیلی فعال بودن و حالا ما بقیش خیلی فقط اسمش بوده، مثلا انزلی یا عرس، اینها خیلی دیگه چیز نبودن که توشون کاری صورت بگیره. در این 3 تا پرونده‌های زمین خاریش رو که باز می‌کنن عجیب و غریبه دیگه، یعنی رقم‌هایی که فقط و فقط از محل زمین خاری و صدور مجوز، شما میروید یک جایی میایم مجوز میخوان، مجوز رو کی صادر میکنه؟ دولت. دولت به کیا مجوز میده؟ به یک بخش خاصی دارد مجوز میده. اینها یک سری شرکت کاغذی یک سال و نیم یا 2 سال پیش یک آماری داده بودن که چیزی نزدیک به 950 تا شرکت کاغذی در کیش ثبته که فقط یک آدرس پستی دارن. اینها ارز دولتی هم گرفتن، در اون لیستی که منتشر شده اینها ارز دولتی هم گرفتن، قرار بوده کالا وارد بکنن، قرار بوده یک پروژه رو افتتاح بکنن و چنین چیزی صورت نگرفت. یک بخشیش اون انحصار در واردات یک سری کالاهای ویژه است، یعنی ما مثلا حالا من یک نمونش رو بخوام بگم، در بحث دانه‌های روغنی هر سال محل دعواست دیگه. یک دوره مرغدارها در ایران خوراک دام ندارن، نمیدونم دانه روغنی در ایران نیست، وارد نمیشود و بعد مثلا کشتی ها اجازه تخلیه ندارن، یک دعوایی در گرفته که عوارض مالیات تمامه. یعنی 2 سال پیش وقتی که، یا 3 سال پیش وقتی که ماجرا لو رفت و بعد حالا دعوا در واقع لو رفت که دعواش بالا گرفت، مشخص شد که 90% مثلا دان و در واقع دانه های روغنی و خوراک دام رو یک آقای و 5 تا از پسراش وارد میکنن. اینها اسپانسر یا در واقع حامی حالا هر دوره یکی از کاندیداهای مجلس هستن، نه فقط در حوزه انتخابی خودشون که در بقیه شهرها هم میرن یک سری از نماینده مجلس رو ساپورت میکنن، در دولت در واقع خیلی روابط گسترده‌ای دارن، در وزارت صنعت هر کسی که میاد جای اینها حفظ است. یک بخش این انحصاره که میشود در واقع در بازار سیگار سراغش رفت، در خود صنعت خودرو سراغش رفت. میشه اینها رو یکی یکی نشست میدونید درآورد بیرون و بعد دربارش حرف زد، منتها اینقدر گسترده است روزنه‌های فساد و بعد از یک جایی همینجوری همه اون ساختاره دیگه خودش زیستش شده این که بدون فساد نمیتونه زیست بکند. یعنی هر حوزه جدیدی که شکل گرفته است
شده است در واقع یک مرکز فساد دیگه. ضمن اینکه هیچ وقت نباید خیریه ها، یعنی خیریه ها، یک سری ما خیریه خورد یا حالا سمن انجو خورد داریم که وصلن به دولت، خیلی هم عجیب نیستن، ولی ما یک سری خیریه داریم که اینا وصلن به حاکمیت. چجوری وصلن به حاکمیت؟ مثلا آقای مرعشینا یک خیریه دارن در کرمان، این خیریه شرکت هواپیمایی داره، این خیریه چیزی شبیه بانک داره. خانم ابتکارینا یک خیریه دارن، این خیریه در واقع کارگاه های تولیدی داره. یا این دعوایی که سر مزد منطقه‌ای درباره کارگران در گرفته بود، یک سری خیریه پشتشه. این خیریه ها مال کیه؟ مال نماینده اصفهانه. عنوان خیریه هاشون هم اینه نذر اشتغال. اینها اعتبار دولتی میگیرن، ارز دولتی میگیرن، بودجه میگیرن واسه اشتغال زایی. منتها خب کار دیگه هم میکنن، به اسم خیریه هم مالیات هم نمیدن، معاف هم هستن از بخش زیادی از این نظارت هایی که براشون وجود داره دیگه. و خب نهادهای تو در تو هم که دیگه نیازی به گفتن نداره. شما سپاه رو داری، سپاه سال 1392 بالا بر 723 تا شرکت ثبت شده داخلی و خارجی داشت. بعد با اسمایی که کمتر کسی میتواند حدس بزند که این مال سپاه، بنیادهای مختلف رو دارید. بعد نکته جالب اینه دیگه، اون بخشی که شما میگید در واقع واگذاری ها، ما یک سری شرکت بورسی داریم در ایران. این شرکت های بورسی شما وقتی که میرید در داخلشون و سهامشون رو در میارید بیرون، نسبت ها، خب به یک سری اسم میخورید، مثلا نمیدونم سرفرازان آپادانای فلان، آذرخش نمیدونم دماوند. اینها رو با سه تا حلقه که میرید پشتر، یا وصلن به بنیاد تعاون سپاه، یا وصلن به بنیاد برکت، یا وصلن به بنیاد نور بنیاد مستضعفان، یا وصلن در واقع به یکی از این نهادهای هلدینگ‌های وصل به آستان قدس رضوی، بنیاد شهید. این خودش هم شده یک مرکزی دیگه، یعنی یک مرکز یا یک زنجیره‌ای هم برای سهم بردن آقازاده ها در اون درون، نه فقط آقازاده ها، در هر کسی که به اینها نزدیکه. و هم این که در مواقع ضرور، یعنی اونجایی که گفتم مثلا ما میخوایم فلان کارخونه رو واگذار کنیم، یک دو تا از این شرکت ها اومدن جلو به اسم بخش خصوصی، خریدن شرکت رو، بعد از چند مدت کارخونه که مثلا 1000 تا کارگر داشته تعطیل اعلام شده، دستگاهش فروخته شده، تبدیل شده به یک مجتمع تفریحی تجاری مسکونی. یک بخشیش هم اینها. و در این حال اون چیزی که من میتونم بگم در واقع یک زنجیره هم در جمهوری اسلامی وجود داره که خب برصورت پولشویی میکنه. به چه معنی؟ یعنی هم در قاچاق بین المللی مواد مخدر دست داره، هم در واقع در قاچاق انسان دست داره. و این خیلی هم محدود و بسته، ولی در کنار خودش هم وفادار به سیستم سرکوب میخره. من مثلا نمونه ای رو که میتونم درباره این مثال بزنم اینه که در بلوچستان جمهوری اسلامی یک بخشی از طوایف بلوچ رو علیه طوایف دیگر بسیج کرده، و ماجرا این هست که طی این سالها رفته است اون چیزی که خودش بهش میگه اشرار و قاچاقچیان، با اینها پیمان بسته، برای اینها کانال امن حفظ کرده. در گفتگوهای اخیر روحانی، ظریف و این عراقچی خطاب به اروپا خیلی مشخص زد بیرون دیگه که ما میتوانیم در واقع مرزهامون رو باز کنیم و تریاک یا حالا مواد مخدر رو شما از کف خیابونهاتون جمع بکنید. این در همه سالها بخشی از کارکرد سپاه پاسداران در گزارش‌های مؤسسات معتبر افغانستانی هست که سپاه پاسداران در کشت خشخاش در افغانستان و قاچاق اون دست داشته. این موردی هم که آقای رحمانی فضلی وزیر کشور به این موضوع اشاره کرد. دقیقاً امسال هم چند وقت پیش در واقع یه گزارشی منتشر شده بود درباره ازدیاد کشت خشخاش و قاچاق
تریاک در واقع و مواد مخدر از افغانستان و به ویژه هرات، و بعد یکی از این مقامات دولت در هرات، دولت افغانستان در هرات، بدون اینکه نامی ببره گفته بود که کشورهای همسایه دست دارند و ما میتونیم بگیم که بخش اعظم این کار کشورهای همسایه. خب این هم یک منبع بوده در جمهوری اسلامی. آقای مافی، حالا شما به جنبه های مختلف اشاره کردید و تاکید کردید که اساساً به طور ساختاری جمهوری اسلامی فاسده و اساساً فسادزاست، ولی میخواستم بپرسم که تحریم ها چقدر تأثیر داره یا تأثیر تحریم ها توی این گردونه فساد چقدر بوده؟ من فکرم بخش قبلی صحبتم یه اشاره کردم به ماجرای بابک زنجانی. بابک زنجانی یک نمونه است و واقعیتش خب تحریم ها عملا این فرصت رو در یک اقتصاد بسته‌ای که رسانه ها هیچ حق نظارتی ندارن، یعنی هیچ امکان نظارتی ندارن و هیچ نهاد حکومتی خودش رو موظف نمیدونه پاسخ دادن و تقریبا پر از تاریکخانه است دیگه. من پیش از اینکه وارد این بشم، اینکه رسانش هم فاسده، یعنی خیلی مشخص در همین الان که صدا سیما داره درباره فساد برنامه پخش میکنه، ما میدونیم که یک سری از بچهای خبرنگاری که پرونده های فساد رو پیگیری میکردن در روزنامه شرق، در روزنامه های دیگر، از کار با فشار مسئولی دولتی اخراج شدن یا واسه شون پرونده ساختن و اینها ناچار شدن برن. از جمله کسی که پرونده ساخته وزیر کنونی کار آقای شریعت مداریه که ایشون مثلا بدون اینکه شکایت بکنه فشار را برده به مدیر روزنامه شرق که آقا تو فلان خبرنگارت رو باید اخراج بکنی، به روزنامه قانون که تو باید فلان خبرنگار تو اخراج بکنی، به روزنامه اعتماد که تو باید فلان خبرنگار. و اینم خیلی راحت در جبهه داخل گیومه بازم اصلاح طلب هاست دیگه، یعنی روزنامه نگار اصلاح طلب، روزنامه نگارانی که در روزنامه های موسوم به اصلاح طلبان کار میکنن زیر این فشارها باید از کار برن بیرون، چون خود در واقع مدیران اصلاح طلب به تعبیر خودشون دارن این فشار رو میارن. و خب تو این فضایه که هیچ نظارتی برش نیست، حالا یک فرصت دیگه، یعنی دقیقاً یک فرصتی رو به وجود میاره برای پنهانکاری بیشتر تحت عنوان دور زدن تحریم ها. منبع اصلی درآمد دولت ایران چیست؟ نفت. و وقتی که نفت رو نمیخرند، یعنی امکان فروش نفت از مسیر نرمال طبیعی و قانونی همیشگی رو نداره، میاد در دولت احمدی نژاد میرود بابک زنجانی ها رو پیدا میکند، میگه آقا شما بیا من مثلا چه میدونم روزی این میلیون این هزار بشکه نفت به تو میدم، تو نفته رو بفروش، حالا پولش رو مثلا بعدن با هم حساب میکنیم یا واسه کالا وارد کن یا فلان چیز رو بکن. بابک زنجانی در واقع ویترین ماجراست دیگه. پشت پرونده بابک زنجانی گفتن مثلا رستم قاسمی قرارگاه خاتمه، شرکت نفت نیکوه که در روز روشن، در روز روشن چیز نزدیک 300 میلیون دلار رو اعلام کرد که من بر نمیگردنم، چون حق و سهمم از فروش نفت در دوره تحریم هاست. و یک زنجیره رو شکل میده، زنجیره ای که از قضا رو مایحتاج عمومی مردم، حالا طبیعتا یک سری از کالاها وارد نمیشن، و رو قطعات صنعتی هم یک هزینه ای رو از دولت میگیرد در واقع، یعنی از دولت که از من خودش وصله به دولت، از منابع عمومی برمیدارد چون در حالت عادی بهمون نمیفروشند باید گرونتر بخریم، هم هزینه حمله بیشتری رو معتقده باید واسش بپردازه و در این حال حق العمل هم میده، ولی این حق العمل ها بین خودشونه، یعنی یک حلقه ای ما در دور قبلی تحریم ها مشخص شد یه بخشی از پول نفتمون، پول نفتی که فروختن، پول نفتمون در واقع مونده در امارات، یک شرکت کارگزاری اونجا بوده که از قضا دوتاش مدیر وزارت نفت بودن، یکشون هم خیریه داشت، یعنی دقیقا یک خیریه خیلی بزرگی داشت، این پول نفته بر نگشت بهشون اعلام کرد آقا تحریم بر نمیگرده. در اتریش اعلام شد که آقا این مبلغه حق العمل کاری ماست،
در پرونده بابک زنجانی که اصلا ماجرا به شکل عجیب و غریبی گسترده است. بعد همون زمان خود نیرو انتظامی از دولت نفت گرفته، پول نفت رو برم نگردونده، بنیاد تعاون نیرو انتظامی گفته آقا ما نفت میفروشیم در دوره تحریم، نفت گرفته و پولش بر نگشت. جدای از این خود پروژه های توسعه نفت و گازه دیگه، شرکتی نمی آید، شرکت خارجی پروژه ها رو ترک کردن. کی پروژه ها رو دست میگیره؟ قرارگاه خاتم، شرکت های زیر مجموعش، بنیاد برکت، شرکت های زیر مجموعش، شرکت حفاری شمال و چند تا شرکتی که وصلن به باشگاه مدیران انرژی که آقای زنگنه تأسیس کرده. اینها میره و مثلا پتروپارس، پروژه‌ای که میتواند در عرض مثلا 3 سال به بهره برداری برسد 11 سال طول میکشه، چندین میلیون دلار بیشتر براش هزینه میشود و نهایتا هم کسی نمیدونه پولها کجا رفته و یک بخشی هم میگم در واردات کالاست، همینجور باز هم در طبیعتا در صنایع نظامیه که ما نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته چون هیچ اطلاعاتی ازش بیرون نمیاد، محرمانه است، ولی اون هم یک بخشی از ماجرای فساد یا در واقع حیف و میل اموال عمومیه دیگه. و تحریم ها طبیعتا باعث، من اسمش رو میذارم زایش زالوها میشه، زالوهایی که بیشتر یعنی این امکانه رو پیدا میکنن، حالا زاد و ولد میکنن، بیشتر میشن و فربه‌تر میشن. یعنی مافیا در مافیا شکل میگیره. آقای مافی، طبقه بورژوازی ایران الان چه مشخصه ای داره؟ کیان؟ نه بید، یک طبقه بورژوازی نمیدونم میشود اون چنین عنوانی رو براش به کار برد. من میتونم بگم که ما در جمهوری اسلامی به استناد همون حرفهای باهنر که چند سال پیش گفته بود دیگه، گفته بود جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی یک طبقه متولد شد، یک طبقه شکل گرفت که به هیچ چیز پایبند نیست و خب یک طرف سرمایه‌داری اسلامیه، یعنی بازار سنتی مؤتلفه است که، و یک طرفش نسلی از آقازاده ها یا در واقع تکنوکرات ها که اصلا سبک زندگیشون نمیخوره به هم دیگه. و نکته جالبش اینه که اینها تفاهم دارن در یک جایی در حفظ جمهوری اسلامی به هر شکل ممکنی و یه بخشش کوچ کرده در خارج از ایران، ساکن در واقع از ترکیه ما میدونیم که سرمایه گذاری کرده، در کانادا سرمایه گذاری کرده، در گرجستان سرمایه گذاری کرده، این جاهایی که آماراش میاد بیرون. و بعد اینها همش در واقع آقازاده هان دیگه، همین به قول خودشون ریچ کیدز، اینها اومدن در خارج از ایران، دانشجوان، بنگاه اقتصادی دارن، پژوهشگرن، رفت آمد هم میکنن به ایران، یک جاهایی هم به لحاظ شکل زندگی شاید مثلا با حاکمیت هم، با بخشی از حاکمیت همسان نیستن. یک بخش رو داریم که نظامیه، یعنی سپاهیان در واقع فرماندهان ارشد سپاه هم. یک بخشی من نمیدونم واقعا چه عنوانی رو میشه واسش به کار برد، ولی ما یک حوزه رو داریم که در این حوزه علمیه یک سری آدم رو تربیت کرده که مکاسب خوندن، بعد حالا این مکاسبه تبدیل شده است خب به یک ماجر، یعنی یک تئوری برای ثروت اندوزی. نمونهش مثلا خب هاشمی رفسنجانیه دیگه و حالا شما این طیف رو زیاد هم میبینید که میخواهد جامعه رو در یک قفسی بکند و در این حال خودش یک دست فراخی داره. خیلی نمیدونم واقعا چه عنوانی رو میشه برش گذاشت، ولی به شدت فاسد به لحاظ در واقع سبک زندگی، کاملا در دو طیف مختلف قرار میگیره و نمیدونم این صفتهایی که بهش من میتونم بدم اینه که غارتگره،
به طرز عجیبی غارتگر و ویران کننده است. یک زمانی میخوندی که حالا یک بورژوازی ملی باشد میتواند به توسعه کمک بکند. چقدر این درست بود غلط بود؟ در واقع بورژوازی الان ایران بورژوازی غارتگریه که ذره غارتگر به اون معنی که داره نابود میکنه همه منابع رو، همه تولید رو داره از بین میبره، همه امکان تولید رو داره از بین میبره. و میگم شاید خیلی بد نباشه همین واژه زالو براش که یک حالت مکندگی که مدام اینقدر باید بمکد تا بترکه. و خب حضورم داره دیگه، یعنی رنگارنگ. شما تقریبا من میتونم بگم هم نظامیه، یک بخشش به شدت ایدولوژیک مذهبیه، یک بخشش نه خیلی در واقع تکنوکرات غربگرایه در واقع، و یک طیفی هم داره در بازار سنتی ایران یا در واقع در تجارت سنتی ایران مثل بادامچی‌ها، بادامچیان‌ها در واقع، مثل در واقع مؤتلفه، مثل عسکر اولادی‌ها که خب اونها هم در همه این سال‌ها حضور گسترده‌ای داشتن، هم در قدرت هم در واقع در غارت. حالا همه میدونند، یعنی همه میدونن که جمهوری اسلامی یک رژیم فاسده و جناهای مختلف، بانده های مختلف درون این حکومت علی هم افشاگری میکنن و این افشاگری رو به شکل هدفمند هدایت شونده توی صدا و سیما هم میارن. حالا بخشش هم نمیگن، به قول شما یه سری رو میگن که اون دانه درشته ها حفظ بشن. مخالفان باید چیکار بکنن؟ مخالفان جمهوری اسلامی دیگه افشاگری که نمیخواد بکنن که، یعنی خب خودشون دارن میکنن دیگه، این پرده های کنار زده میشه، چه میتونن بکنن وقتی در مقابل این صحنه روبرو میشن؟ من فکر میکنم نه، این نیست که همه واقعیت رو میگن، یعنی یک بخشی از واقعیت رو میگن که یک بخشی رو نگن. و طبیعتا یک کاری حداقل من نمیدونم، مخالفین جمهوری اسلامی خیلی گستردن، از یک طرف در واقع راستهای فاشیست در واقع فرشگرد رو شما بگیر، فرشگرد رو بگیر تا بیاید برسد به در واقع یک بخشی که معتقد با یک لایه‌هایی از جمهوری اسلامی هم میشود کار کرد رو خودش رو مخالف جمهوری اسلامی میدونه. طبیعتا من نمیتونم واسه همش نسخه بپیچم. من اون بخشی رو که فکر میکنم میشود پیگیری کرد این هست که جمهوری اسلامی یک بخشی از فساد رو میگه که یک بخش دیگریش رو نگه و پنهان نگه بداره. یک کاری که من فکر میکنم در اون کارزار افشاگری اگر روزی صورت بگیره، نشون دادن اون دقیقا همون خانه تاریک هاست، زدن پرده برای اوریان شدن و کاملا نمایان شدن اون منبع فساد است. که خب من بارهام گفتم در همین صحبتام، بیت خامنه ایه، نهادهای نظامی هن، به طور ویژه سپاه، بنیادهای مذهبی هن، بنیادهای حکومتی هن، و در واقع یک سری اسامی که همواره تطهیر شدن دیگه، در این سالها یک پروژه برای تطهیرشون شکل گرفته. این یک بخشی از ماجراست و در این حال نشون دادن سویه این فساده، این غارته بر زندگی روزمره آدم هایی که اونجا دارن رنج میبرن. دقیقا مثلا یک نمونهش در واگذاری کارخانه که فساد صورت میگیرد و آقای ایکس با 5 میلیارد میتواند یک کارخانه 160 میلیاردی رو صاحب بشود، حیات و ممات 2000 تا کارگر در خطره و زندگی اونهاست که داره نابود میشه. اون چیزی که فکر میکنم باید برجستش کرد، باید نشونش داد، چون الان هم در بوق و کرنا مدام میشود اگر بخش خصوصی بیاید اقتصاد ما آزاد نیست، اگر اقتصاد بازار آزاد بیاید همه این مشکلات حل میشود، نمیدونم، یک سری وعده هایی به این که نه در واقع
میشود یک چیزهایی رو بازسازی کرد با یک برنامه توسعه ای که حالا بخش خصوصی هم بیاد کمک بکنه اینجا رو. اینها رو باید خیلی مشخص و با صدای بلند داد زد که نه، از قضا جمهوری اسلامی با همه جستی که به قول خودش در استکبار ستیزی یا امپریالیسم ستیزیش داره، خودش دقیقا همون الگو رو داره پیاده میکنه. با چند سال تأخیر خصوصی سازی آموزش پرورش با تمام توان، واگذاری کارخونه ها، از بین بردن حداقل دستمزد، کاهش خدمات اجتماعی، کاهش در واقع تأمین اجتماعی. وضعیت بازنشستگان خیلی مشخصه دیگه، یعنی یک نمونه فساد در بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان تأثیرش رو رو زندگی معلمان بازنشسته گذاشته. فساد در شستا زندگی چیزی نزدیک 14 میلیون با خانواده هاشون بیمه شده رو در خطر قرار میده. طبیعتا تک تک اینها رو باید با همه ابعادش تو اونجا که در توان هست توضیح داد و واقعیتش بعضی وقتا یک دورنمای بزرگ رو یا در واقع سنگ رو به طرف مثلا کلیت نظام وقتی که میگیری یا در واقع با یک شعار مرگ شاید خیلی ساده باشه قضیه، ولی نشون دادن این بخش از ماجرا خودش خیلی فکر میکنم کمک بیشتری میکنه تا با یک سری کلیگویی هایی درباره اینکه نظام فاسد است. بله، ولی فساد نظامه چه تأثیری در روزمره آدم ها داره، چجوری باعث فقر، فلاکت، بیکاری، گرسنگی و پیامدهای دیگرش. الان طبیعتاً مثلا در وزارت بهداشت پیامد فساد سلامت آدم هاست، داروی فاسد وارد کردن از هند و مشخص هم نیست به چند هزار نفر تزریق شده این دارو و خب سلامت اون آدم ها در خطره. من فکر می‌کنم یک کاری که حداقل میشود کرد در عرصه رسانه همین هست که خیلی مشخص این پیامدها رو افشا کرد، نشون داد. آقای مافی، این فرمان خامنه‌ای که چند پیش داد بازنگری در بودجه، چشم‌انداز این رو چجور می‌بینید؟ شاید ممکنه ما با یک شوک درمانی مثال‌ها روبرو باشیم، آزادسازی قیمت‌ها و محدود کردن همین خدمات اجتماعی محدود؟ ما قطعا شوک درمانی رو شروع کردیم، یعنی اونها شروع کردن اون، آره اونها اون بر... یعنی در واقع تحمیلش رو بر ما شروع کردن. اون موقع اون پیشنویس اصلاحیمون، یعنی اصلاحات ساختاری بودجه منتشر شده مجلس و در واقع سازمان برنامه بودجه یک فکر کنم 25-26 بند رو نوشتند و شروعش در واقع اینه که هزینه های دولت برای پرداخت دستمزد، نمیدونم بیمه، خدمات بهداشت و درمان زیاده و درآمدهای دولت کم، و بعد رفته است در بندهای بعدی پیشنهادهاش رو داده. اینکه یکی از در واقع پیشنهادها دقیقاً این هست که خب قانون تامین اجتماعی بازنگری بشه. فشار بر صندوق‌های تامین اجتماعی زیاده، دولت در واقع دیگه کمک نکنه. واسه این مرکز پژوهش مجلس نسخه‌شو پیچیده. اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی. بر اساس این سن بازنشستگی تغییر میکنه، میانگین پرداخت حقوق دوران بازنشستگی تغییر میکنه. قوانین در واقع مقررات مربوط به مشاغل سخت درش بازنگری خواهد شد، در شکل پرداخت بیمه سهم کارفرما بازنگری خواهد شد که فشار زیادی بر داخل گیومه کارآفرین نیاد، اون راحت‌تر بتونه استثمار بکنه. همزمان طرح در واقع که از 3 سال پیش آغازش کردن اینها به اسم برنامه جامع اشتغال در مناطق روستایی یا در واقع در شهرهای کوچک اجرا شده، به این معنا که کارگران دستمزد با دستمزدهای کمتر به کار گرفته میشه. در بخش دیگری خب ما چند سال در بوق و کرنا کردن که طرح تحول سلامت
یا بیمه درمان همگانی مشمول حال همه می شود. ما می دونیم که از آذر 96 به بعد مدام هی خدمات این بیمه رو کاهش دادن و الان بخش زیادی از بیماری ها داروها مشمولش نخواهد شد. ما می دونیم که شستا موظف شده به واگذاری بنگاهاش، صندوق های تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی موظف شدن به فروش اموالشون و در این حال قیمت، یعنی نرخ برابری دلار رو خیلی راحت دیگه در مرز 10000 تومان تا 15000 تومان آزاد کرد. مجلس جلسه محرمانه داشته است درباره افزایش قیمت سوخت. اون چیزی که تا حالا باعث شده است قیمت بنزین از نظر من افزایش پیدا نکنه دقیقا نگرانی از بروز ناآرامی شورش بوده، چون به هر صورت قیمت بنزین همه چیز رو در ایران تحت تأثیر قرار میده. اسفند 96 قرار بود برای 97 گرم بشه، دیما و اون خیزش عمومی ماجرا رو مسکوت گذاشت، مجلس در واقع قانون رو تصویب نکرد، در بودجه امسال پیشبینی شد، باز هم پسش گرفتن و اعلام کردن که کارت سوخت توزیع میکنن، ولی هفته گذشته مجلس در واقع جلسه محرمانه داشته با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه و بخشی از مدیران وزارت نفت درباره همین طرح اصلاحات ساختاری بودجه و یکی از مورداش قیمت بنزینه که سخنگوی دولت هم علی ربیعی در نشست خبری هفته پیشش اعلام کرد که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هستیم. اصلاح قیمت یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی. ما می‌دونیم که امسال در بودجه قیمت آب رو افزایش دادن، نرخ مصرف نرخ برق رو افزایش دادن و در عین حال در حوزه‌های دیگری هم شما مثلا در حوزه دانشگاه خیلی راحت حذف بخش زیادی از خدمات دانشجویی رو دارید میبینید، واگذاری خوابگاه ها کاملا به بخش خصوصی رو دارید میبینید، در آموزش پرورش فکر میکنم چیزی نزدیک به 70000 معلم حق و تدریسی وجود داره که سالهاست به اینها وعده حق و تدریسی و سواد آموز نهضت سواد آموزی و یا در واقع خرید خدمتی سالها به اینها وعده داده شده که در اولین فرصت جذب خواهند شد. آموزش پرورش هیچ کدوم اینها رو جذب نکرده، اعلام کرده که خرید خدمات خواهد کرد و چیزی نزدیک به همین تعداد نیروی انسانی نیاز داره، معلم نیاز داره. و یک بخش دیگری هم قشنگ برای اجرای شدن این در حوزه امنیتی شما میبینیدش. ما پلیس امنیت اقتصادی تشکیل داده ایران، پلیس امنیت اقتصادی که از زبان جانشین فرمانده نیرو انتظامی کارویژش چنین تعریف شده: برخورد و مقابله با موانع موجود بر سر راه تولید. و بعد در ادامهش اینه که عوامل نفوذی و دشمن در تلاشه که با اخلال در محیطهای کار فضای تولید رو مختل بکنه و ما با این به شدت برخورد میکنیم. این صحبت رو پیش از اون فرمانده پلیس عراق کرده که میگه که کارگرها مشکلشون رو در محیط کارخونه حل بکنن، ما اجازه نمیدیم اعتراضات کارگری به سطح خیابون بیاد و در این حال اگر کارگرها یک ماه دو ماه هم حقوق نگرفتن به مسئله تولید فکر بکنن. پیشتر از اون آقای معاون امنیتی وزیر کشور ذوالفقاری و خود رحمانی فضلی خیلی مشخص هشدار میدن درباره اینکه فتنه ای در راه، قبل از اونها خامنه ای مطرحش کرده دیگه، فتنه ای در راه تابستان در واقع ما هشدار میدیم که اعتراضات کارگری که به سطح خیابون بیاد رو تحمل نخواهیم کرد. برخورد با معلم ها در همین راستا صورت میگیره، یعنی معلمانی که معترضن به خصوصی سازی کانون صنفی معلمان در شهرهای مختلف کاملا زیر ضرب امنیتی میرن،
براشون پرونده تشکیل میشه، بخشیشون رو میگیرن، احکام بلند مدت میدن. خب درباره کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه اسماعیل بخشی همچنان در زندانه، ما اینو میدونیم. و در این حال سندیکای کارگران از احضار نزدیک به 100 تا کارگر و در واقع کسانی که با کارگران همبستگی کردن احضار، بازداشت و تهدیدشون خبر میده. این نشون میده که جمهوری اسلامی برنامه شوک درمانیش رو به از تحریم به مثابه یک فرصت استفاده کرده که این رو اجرا بکنه. این رو پنهان هم نمی‌کنن، یعنی این نیست که ما بخوایم بریم کشفش بکنیم. سایت آقای خامنه‌ای یک مقاله منتشر کرده به قلم یک فردی که عنوان استاد دانشگاه و محقق حوزه تحریم معرفیش کرده. جالبیش اینه که رو سایت خامنه‌ای منتشر میشه و ایشون اونجا دقیقاً پرسشی رو که مطرح میکنه همینه: آیا ایران میتواند از تحریم به عنوان یک فرصت برای اقتصادش استفاده بکنه؟ این رو مرکز پژوهش‌های مجلس بهش جواب میده. جواب مرکز پژوهش‌های مجلس بهش پاکسازی داخل گیومه، پاکسازی اقتصاد از نفت، که میگن که ما میریم در واقع یک برنامه مینویسیم که خب نفت رو از بودجه کم میکنیم و اون وقت اصلاحات میکنیم در ساختار بودجه. اصلاحات هم گفتم دقیقاً اونجاها رو نشونه گرفته. حوزه خدمات اجتماعی شبیه اون چیزی که من فکر میکنم دهه 70 80 و 90 تجربه شده در امریکای لاتین، در واقع در شرق آسیا جنوب شرقی تجربه شده، در عراق پس از جنگ تجربه شده، در ترکیه تورگت اوزال و اردوغان و پیش از اون در واقع چرچیل، میگم چرچیل چیلر در واقع تجربه شده. و جمهوری اسلامی با تمام قوا ایستاده است و این برنامه رو به بهانه تحریم به گمان من پیش خواهد بود. یعنی همزمان که محدود میکنن خدمات اجتماعی، شمشیر هم که از رو همیشه بسته بوده جوری در دست میگیرن برای سرکوب بیشتر، یارانه ها چی میشه؟ خب واسه یارانه ها هم یک برنامه رو عملا اعلام کردن دیگه. این هست که موظفند به اینکه یارانه 3 دهک رو حذف بکنم، یارانه نقدی رو. و الان به همین بهانه مدام شما گزارش نهادهای پژوهشی، چون نهادهای پژوهشی هم که اعلام نمیکنن کجاست، گزارش میدهن که بله در اقتصاد ایران نمیدونم مثلا چی نزدیک این میلیارد تومان یارانه پنهان وجود داره. بعد وقتی که میری یارانه پنهان رو در میاری، میگن که خب این نیاز دارد به این که ما بازنگری بکنیم در قانون نحوه توزیع یارانه ها. نحوه توزیع یارانه ها اگر درش بازنگری بکنن و به عدالت بیانجامد اتفاق بدی نیست، ولی ماجراش این است که خب ما قیمت بنزین رو آزاد میکنیم و معادل نقدی در واقع یارانه رو نمیدیم به 3 دهک یا 7 دهکی که به تعبیر مرکز پژوهش‌های مجلس بدون دریافت یارانه و کمک‌های دولتی امکان تأمین معیشت خودش رو نداره. این رو در قالب سبد حمایتی بهشون میدیم. سبد حمایتی چیه؟ 3 کیلو برنج مثلا، نمیدونم ارزش 300,000 تومان است و اینو هر 4 ماه یک بار توزیع میکنیم. طبیعتاً من فکر میکنم یک ذره هنوز حراس جمهوری اسلامی هست از اینکه اجرای هر کدوم از اینها یا علنی شدن هر کدوم از اینها به شورش های خیابانی بیانجامد، چون طبیعتاً 96 نشون داد که قیام خیزش در واقع گرسنگان و باشرانده شدگانه. دیگه در طبقه متوسط شهری و رأی من کوول نمیدونم حالا بیام برگردم نیست، ماجرا معیشت روزمره کاملا در تهدیده. در تبریز، در تهران تجمع میکنن پشت سر و میگن که به جز این امکان دیگری نداره. سر در واقع یار میگم اگر این حراسه نباشه یا مطمئن بشود از اینکه قدرت سرکوبش رو میتواند گسترده بکند، چون به هر صورت بروز ناآرامی
اسلامی در شرایطی که مدام هم از تریبون‌های رسمی همه رو به وحدت و نمیدونم جنگ ملی و مقابله با دشمن و این تهییج احساسات ملی فرا میخونه، یک ذره متناقض نشون میده دیگه، که اگر در چه موقعی یک دفعه شلوغ بشود و اگرچه جمهوری اسلامی ابایی نداره ولی فکر میکنم نیاز داره به این فضای که کمی آروم نگرش داره برای مقابله با اون چیزی که خودش دشمن خارجی اعلام میکنه. ولی قطعا اگر عبور بکنه از این مرحله یا این اطمینان رو به دست بیارد که وارد درگیری نظامی نخواهد شد، شروع این برنامه و قلقم. حمید مافی، بسیار سپاسگزارم از تو، وقت گذاشتی و این توضیحات مفصل رو دادی به ما و به شنوندگان و بینندگان و همراهان ما. ممنون. من هم از شما سپاسگزارم. بدرود.